الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام تقدیم میکنم خدمت تمامی شما شاگردان عزیز امیدوار هستم همگی تان هر کجایی که هستین خوب و خوش و سر باشین و یکی دیگر از درس های ریاضی سنف 11 از مکتب از مکتب تمدن خوش آمدین امروز میخوایم که یک درس جدید دیگر را با هم دیگر بخوانیم و یاد بگیریم عنوان درس امروز ما هست معادلات مثلثاتی و این عنوان هم در صفحه 71 کتابتان است خب قسمه که ما در جلسه قبلی در مورد مطابقت های مسلساتی حرف زدیم و مثال هایش هم کار کردیم خب و در کل هم گفته بودیم مساوات بدون است یا مطابقت هست یا معادله است خب مطابقت تمام کردیم امروز میخواییم که معادله رو بشناسیم خب ببینید شما معادله رو میتونین مثل یک ترازو فرض کنید درست است یعنی چی زمان ای ترازو میتونه که دو طرفش برابر شود درست است یعنی اینجا کدام x یا عدد قرار به تام که ای دو طرف و هم دیگر برابر شوند پس معادله ها در کل هدف حل کردنش چی است دریافت قیمت x است که در بخش معادله های مثلثاتی قیمت x یک زاویه است پس ما باید یک زاویه را دریافت کنیم خب حالا یک فعالیت که در کتابتان ذکر شده میریم فعالیت با هم دیگر حل میکنیم ببینید برتان دو تا مساوات داده شده یک از یک منفی دو ساین بتا صفر و بعدیش یک مثبت تانجانت مربع بیتا مساوی با سیکنت مربع تیتا بیتا خب اینا رو گفته بر زاویه های مختلف در نظر بگیرید بعد ببینید که کدامش مطابقت میشه و کدامش معادله میشه خب من افاده ها رو برای تخته بتون میکنم اولیش یک منفی دو ساین بیتا مساوی با صفر بعدیش یک مثبت تانجانت مربع بیتا مساویسته و سیکنت مربعه بیتا خب این هم ما خوانده بودیم در جلسه قبلی در بخش مطابقت ها که یک مطابقت هست الان امروز نشان میتیم که واقعا یک مطابقت بوده میتانم خب بر های مختلف سفر درجه سی درجه بیتا مساویسته و سفر درجه بیتا مسایی و سی درجه و همچنان شست درجه و نوت درجه گفته ایره در نظر بگیریم و در آخر هم 90 درجه خب اول بین از صفر درجه شروع کنیم بجای بیتا چی رو مگذاریم؟ صفر میگذاریم. پس من روشتن می که یک منفی دو ساین صفر مسایی و صفر خب ساین صفر چند است؟ دوباره صفر میشه پس یک منفی دو ضرب صفر دو ضرب صفر دوباره صفر یک منفی صفر مسایی به صفر خب یک منفی صفر چی است؟ خود یک مسایی به صفر خب به نظر یک مساوی به صفر بوده میتونه بله نه بوده نمیتونه خب پس این رابطه برای زاوی سفر درجه درست نیست پس این مساوات درست نبود خب بین حال و جای سی درجه رو بگذاریم پس میشه یک منفی دو ساین سی درجه مساوی است به صفر خب یک منفی دو ساین سی درجه چند است؟ ایره هم باید یاد داشته باشین میشه یک بر دو پس بجای جای ساین سی نشتا میکنم یک دو مسای به صفر خب دو با دو اختصار چی میمانه؟ یک منفی یک خب یک منفی یک دوباره چند میشه؟ میشه صفر پس صفر مساوی است به صفر خب ببینین بر زاویه سی درجه دو طرف مساوات به برابر شدن پس بر زاویه سی درجه این مساوات ما درست است خب بیم شهاز درجه هم قیمت مگذارم و 90 درجه دیگه با خودتان بجای جای س... اگر من 60 درجه بگذارم میشه یک منفی دو سایه شست چند است؟ میشه جزر سه بر دو ضرب جذر سه بر دو مسایه و چند باید شود؟ مسایه صفر. خب دو با دو اختصار میمونه یک منفی جزر سه مسایبه صفر. سفر خب به نظرتان یک منفی جزر سه مسایه و سفر میشه؟ نخیر نمیشه چون جزر سه هست تقریبا یک اشاری هست. این دو تا با دیگه برابر نیستن پس ای هم مسایب و سفر نمیشه پس بر زاویه درجه هم نشان دادیم این درست نیست خب پس ببینین این مساوات بر بعضی از قیمت های زاویه دو طرف مساوات با هم دیگر برابر میشن ولی بر بعضی از قیمت های زاویه مثل صفر درجه و 60 درجه با هم دیگر برابر نمیشن خب این افاده بعدی در نظر بگیریم خب جای بتا اول چی بگذارم صفر درجه نشان میکنم یک مثبت تانجانت مربی صفر درجه مساوی است با سیکنت مربعه صفر درجه خب ببینین تانجانت صفر چند است تانجانت صفر میشه دوباره صفر مربع هم داریم باید مربعش بسازیم صفر مربع دوباره صفر یک مثبت صفر مساوی است خب سیکنت مربه صفر درجه ببینین اگر سیکنت ها یاد ندارید سیکنت که است معکوس کوساین است خب کوساین صفر درجه دیگه حتما باید یاد داشته باشین کوساین صفر میشه عدد یک خب یک عکس بسازین میشه یک بر یک یک بر یک دوباره یک هست مربع داریم باید مربعش بسازیم یک مربع دوباره یک خب یک مثبت سفر میشه یک مساوی و یک خب پس بر زاویه درجه این مساحت درست بود خب بیاین بجای در بجای بیتا سی درجه بگذاریم یک مثبت خب تانجانت سی درجه چند است میشه یک بر جذر سه یک بر جذر سه چون تانجانت مربع داریم باید این رو چیکار کنیم مربع بسازیم مساوی است به سیکنت مربع سی درجه خب البته کوساین سی درجه رو حتما یاد داشته باشین چند است میشه جزر سه بر دو خب اینو برعکس بسازین میشه دوی بر جزر سه مربع هم داریم پس باید این هم مربع کنیم خب یک مثبت یک مربع دوباره یک جزر سه مربع مربع با درجه جذر تمام فقط خود سه میمانه مساوی است به خب دو مربع چند میشه؟ شد چهار تقسیم بر خب دوباره جذب سه مربع خود سه خب این رو غیر واجب کنیم یک ضرب سه میشه سه سه جمع یک چهار چهار بر سه مساویست بر چهار بر سه خب پس دیدیم بر زاوی سی درجه هم این مساوات درست بود اگر شما 60 درجه و 90 درجه را هم قیمت بگذارین دو طرف مساوات با هم دیگه برابر میشن پس از اینجا ما نتیجه میگیریم که این افاده مثلثاتی درست است بر تمامی قیمت های زاویه دو طرف مساوات با هم دیگه برابر میشن که به این رقم افاده های مثلثاتی مطابقت میگن که ما در جلسه قبلی خواندیم ولی این افاده مثلثاتی دیگه که فقط بر بعضی از قیمت ها جواب درست میشه و دیگه قیمت ها درست نمیشه به این رقم مساوات چی میگن؟ میگن معادله مسلساتی درست است؟ که همچنان گفته میتونیم که هر مطابقت مسلساتی میتونه یک معادله مسلساتی باشه ولی هر معادله یک مطابقت بوده نمیتونه پس از این فعالیت بین تعریف که در کتابتان ذکر شده در مورد معادله مسلساتی رو بخوانیم خب میگیم آن مساوات مسلساتی که برای بعضی از قیمت های زاویه هر دو طرف مساوات با هم مساوی, شد... مساوی باشند برام معادله مسلساتی یاد میشه و همچنان گفتیم که هر مطابقت مثلثاتی یک معادله مثلثاتی هست ولی هر معادله مثلثاتی یک مطابقت مثلثاتی بوده نمیتونه اینا در کل ما معادله های را میتونیم که از چهار حالت حلش بسازیم این در کل معادله های با به چهار از چهار حالت داره که اینا رو با همدیگر میخوانیم اولیش حالت اول که امروز با هم دیگه میخوانیم سه حالت بعدیش هر روز بعدی خب اه، اه، معادله های مسلساتی که به این شکل باشن ای ساین اکس مثبت بی سفر. یعنی چی؟ یعنی از جنس ساین باشه فقط ساین را داشته باشه خب بر از شما حل از یاد بگیرین من حلش شد روی یک مثال کار میکنیم مثال اول که در کتابتان آمده گفته ست حل معادله دو ساین X منفی یک به صفر را برست آورید خب دوباره تکرار میکنم هدف از حل یک مادلی مثلثاتی دریافت قیمت زاویه است یعنی ما باید زاویه اکس را دریافت کنیم خب پس میریم این مثال حل میسازیم خب ببینید مثال وقتان دادش شده دو ساین x منفی یک مساوی به صفر خب بین برای حل از یه معلوم مجهول کنیم یعنی اونایی که مجهول دارن یک طرف مساوات اونایی که مجهول ندارن دیگر طرف مساوات خب پس دو سین x همین طرف مساوی است منفی یک یک عدد ثابت هست طرف راست انتقالش میتونم علامش منفی از چی میشه چه مثبت یک خب بین ما میخوایم که یک تا ساین اکس را پیدا کنم پس اطراف تقسیم دو خب اگر اطراف تقسیم دو بسازیم دو و دو تمام فقط چی میمونه ساین ایکس مساوی است خب یک تقسیم دو یک بر دو یعنی کدام زاویه ساینش میشه یک بر دو خب به کدام زاویه است که ساینش هست یک بر دو یه از جمله یک زوایای مشهور است ساین سی درجه هست یک بر دو پس قیمت x میشه سی درجه اگر بر رادیان بخوای میره نشته کنم x ما هست پای بر شش رادیان درست است خب من قیمت x را پیدا کردم پای بر شش پس ساین پای بر شش یا هم سی درجه هست یک بر دو خب به نظرتان فقط ساین سی درجه میشه یک بر دو نه خیلی خیلی زیاد زوایا وجود دارن که ساینشان میشه یک بر دو خب اینو چه رقمی پیدا کنیم ببین یک دایره مثلثاتی رو در نظر میگیریم خب دایره مثلثاتی چه قسم دایره هست یک دایره که مرکزش در مبدا کمیات وضعی باشه و شعاعش یک واحد باشه غیر به صورت یک دایره رسم کنیم خب شما فرض کنید یک دایره است اینجا مرکزش در مبدا کمیات وضعی است خب اینجا تمامشان باید یک یک واحد باشه ای هست محور وای اینجا هم محور x خب اینا دیگه دوباره از درس های صنف ده استفاده میکنیم خب محور وای ها رو ما گفتیم که محور چی هست محور ساین هاست اینه قیمت های ساین تمامش روی محور وای می باشد خب محور x هم محور کوساین هاست پس اینجا نشون میکنم کوساین خب ببینید زاویه رو ما دریافت کردیم چی هست زاویه ما 30 درجه است ساینش هم 1 بر 2 1 بر 2 گفتیم ساین ها روی محور وای است اگر این تمام از یک یک واحد باشه درست است خب نصفش میشه یک بر دو یعنی سفر پنج درست است اینجا خب ببینیم ساین کدام زاویه به این میرسه خب این اگر اینجا رسم کنیم این هم اینجا خب به این صورت درست است دو تا زاویه هست که ساین هایشان میشه یک بر دو خب این دایره چون منظم تر رسم نشده شاید زاویش بزرگتر از سی درجه معلوم شود ولی در اصلش اینجا پای است اینجا هم چی است این مقدار زاویه هست پای بر شش یا سی درجه ولی اگر کل از در نظر بگیریم مثلا زاویه رو باید از اینجا حساب کنیم میشه 150 درجه ولی این مقدار هست سی درجه خب ببینین گفتیم که ساین سی درجه هست پای بر شش یعنی اینی زاویه خب حال تمامی زاویه هایی که بالای همی زاویه منطبق باشن ساینشان میشه یک بر دو یا هم تمامی زاویه هایی که بالای از این زاویه منطبق باشن خب دیگه شما در بخش مثلثات میفهمین که مثلا قبل از اینکه مثلثات رو بخونین میگفتین که مثلا زاویه ها تا 360 درجه است ولی وقتی که مثلثات رو خواندیم دیدیم که ما میتونیم توسط کوترمینالش چیکار کنیم زاویه های بیشتر هم دریافت کنیم یعنی اگر یک دور مکمل بزنیم دوباره به این نقطه برسیم میشه یک زاویه دیگه خب اینجا هست صفر درست است صفر درجه سفر جمع پای بر شش تا اینجا میرسیم خب دوباره اگر من یک دور مکمل بزنم به همین نقطه برسم چی بشه قیمتش یک دور مکمل برادیان میشه دو پای درست است خب یک دور دیگه هم میزنم دوباره به همین نقطه میرسام چند پای میشه میشه چهار پای بعدیش یک دور دیگه هم بزنیم شش پای به همین ترتیب ادامه دارد تا کجا ببینید زرایش اعداد جفت هستن. پس فرمول اعداد جفت میکنیم دو که. خب یعنی که هر عددی که باشه ضرب دو شبه میشه جفت دو که پای یعنی صفر دو پای چهار پای شش پای تمامشان با همدیگه معادل هستن نسبت های مسلساتیشان با همدیگه برابره خب این از یک نقطه حالا این نقطه از نظر بگیرین اینجا هست صفر تا این قسمت اگر بیایم میشه یک پای درست هست یعنی 180 درجه خب تا اینجا شد دو پای تا اینجا برستم چند پای؟ سه پای خب یک در دیگه هم بزنیم میشه پنج پای خب به همین ترتیب ادامه داره تا ضرایب تاق پای خب ضریب تاق چ... با چه صورت نشان میکنیم دو که منفی یک پای درسته است پس ببینیم چه رقمی سطح حل از این نشتا کنیم از ما نگفته که مثلا فقط کدام زاویه میشه ساینش یکی بردو و باید سطح حل شنوشته کنیم این کدام زاویه هستند ساینش میشه یکی بر خب اولیش ست حل اول خب ببینید اینجا هست صفر درجه تا این قسمت برسم صفر جمع پای بر شش چند میشه میشه پای بر شش یعنی یکی ساین پای بر شش است یکی بر دو زاوی بعدی خب یک دور زدیم شد دو پای دوباره جمع پای بر شش شوه بالا از زاویه منطبق میشه پس میشه دو پای جمع پای بر شش خب بعدیش دوباره یک دور دیگه اگر بزنیم میشه چهار پای میشه چهار پای جمع پای بر شش به همین ترتیب ادامه داره تا کجا؟ تا به جای فرمول اعداد جفت نشته می کنیم دو که پای مثبت پای بر شش تمامی از این زاویه ها سای نشان میشه یک بر دو خب یکی هم ببینیم این زاویه هم ساینش هست یک بر دو چون در ناحیه اول و ناحیه دوم ساین قیمتش مثبت هست خب این زاویه را به چه صورت نشته میکنیم؟ بینیم ست حل دومش. تا اینجا هست پای یعنی 180 درجه. خب از 180 درجه بالا برم، به با چی کار کنم؟ کمش کنم. پس از 180 درجه اگر پای بر 6 را کم کنیم این زاویه به دست پس نشته کنیم پای منفی پای بر 6. خب بعدیش دوباره یک دوره اگر بزنیم به 3 پای میرسیم. میشه 3 پای. منفی پای بر شش خب بعدیش پنج پای منفی پای بر شش تا کجا تا ذرای و عداد تا دو که منفی یک پای منفی پای بر شش یعنی وجای جای دو منفی یک هر عدد تا قمی تانیم باییم مثلا 93 93 پای منفی پای بر شش قیمت ساینش میشه دوباره یک بعد دو اگر این رو بخواییم به صورت کلی نشتر کنم خب ببینین هم میتونه ذرای به جفره داشته باشه هم ذرای به تاقره پس نشته می کنم ای ست حل عمومیش مساوی است به اکس هایی که درست است طوری که ای اکس ها مساوی و با چی باشن؟ یک بار باشه دو که پای مثبت پای و شش و همچنان اکس می تانه چی باشه دو ک منفی یک پای اکس ما مساوی است به دو که منفی یک پای منفی پای و شش که کدام داده است؟ که عداد تام هست یعنی هر عدد میتونه که بگیره که شامل عداد تام هست خب این میشه ست حل عمومیش یعنی هم بجفت جفت را گفته میتونه هم به تاق ولی اگر ضرب پای جفت بود باید چی شوه؟ جمع پای ورشه شود. اینجا اگر ضرب جفت پای بود یا سفر دو چار شش باید جمع پای ورشه شود تا به ایزاویه برسه ولی اگر ضرب پای اعداد بود باید چی شوه؟ منفی پای ورشه شود. خب پس حال چیکار میکنیم اگر ما به صورت کلی بخوایم بر ساین نشته کنم ای را بطره داریم x ما مساوی میشه خب هم ضریب جفت را گرفته میتونه هم ضریب تاق را پس در کل به چی صورت هست هر عدد را گرفته میتونه یعنی چی یعنی n یعنی ضریب پای میتونه هر عدد باشه n پای خب گفتیم که اگر ضریبش جفت باشه باید مثبت پای برشه شود ولی اگر ضریبش تاق باشه باید منفی پای شود خب من فرمول از این رقمی نوشته کنم که هم جفت باشه هم تا خب ببینین توسط یک تا منفی نوشته می کنم منفی به توان n به جای پای به صورت کلی اگر بخواهیم بنویسیم نوشته می کنیم تیتا یعنی هر زاویه بوده می تاند n هم شامل اعداد صفر یک و همین ترتیب ادامه داره خب ببینین اگر منفی را به جای n اگر یک بسازیم میشه یک پای یعنی ضریب تاق پای میشه دیگه خب به توان یک منفی یک به یک میشه منفی یک پس علامه منفی را گرفت درسته است اگر سه هم بگذارین سه پای منفی تیتا یا منفی چون منفی یک به توان سه میشه دوباره منفی یک اگر به جای این عدد جفت را بگذارین منفی یک بنمای جفت چی میشه؟ دوباره مثبت. پس همین حالت اولی میشه. پس به صورت کلی هر افاده معادله مثلثاتی که از جنس a ساین x b مساوی باشه ست حل عمومیش ای هست این شما اول شما یک تتا پیدا کنین و بعد میتونین که بالای از قیمت بگذارین و زاویه های بعدی را دریافت کنین که ساینشان میشه مثلا اینجا کار کردیم شد یک بر دو خب پس این بود از حل مثال اول خب از این مثال اول با هم دیگه کار کردیم بین یک مثال دیگه هم کار کنیم آمده که دو ساین x منفی سه مساوی به صفر بیم قیمت ساین x را دریافت کنیم پس دو ساین x سیر طرف راست انتقال می توان سه و سه خب اگر اطراف و تقسیم دو بسازم میشه سه بر دو یعنی ساین کدام زاویه میشه سه بر دو خب بیم سه بر دو را اگر به صورت اشاری نشتر کنیم میشه یک اشاری پنج یعنی بزرگتر از یک است خب شما دیگه خواندیم که ساین و کوساین فقط قیمت های منفی یک تا مثبت یک تا میگیره درست است اینجا منفی یک مثبت یک یعنی از یک بزرگتر بودن نمیتونه از منفیت کوچکتر یعنی هر زاویه را که شما در نظر بگیرین هیچ وقت ساینش بزرگتر از عدد یک شده نمیتونه پس این سوالا میگیم اصلا حل نداره درست است پس این معادله مسلساتی حل نمیشه چون هیچ زاویه وجود نداره که ساینش شوه سه بر دو خب شاگردای عزیز این بود از درس امروز ما امیدوار هستم درس یاد گرفته باشین دوباره درستانم مرور کنین حتما این دوم مثال را کار کردیم یک بار دیگه هم کار کنین تا جلسه بعدی روز خوش خدا نگهدار